چشم دل باز کن که جان بینی آنچه چه آن بینی گر به اقلیم عشق روی همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آنچه چه بینی دلت همان خواهد وان چه خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی با درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون ایرانیان کانادا برنامه به دنبال آفتاب و با تشکر از جناب فرزاد در اتاق فرمان و همچنین مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا خب عرض کنم حضورتون که در این هفته اتفاقات زیادی حول حوش کشور ما در ایران اتفاق افتاده و در حال اتفاق افتادن هست که خواستم با شما یک مسائلی رو مطرح کنم شما میبینید که صحبت از توافق برجام یا در حقیقت برنامه جامعه هستهی جمهور اسلامی است میبینید که حمله به سلمان رشدی نویسنده نامدار قرب است و میبینید که اختلاس های و رو دهن پر کن و میبینید که حمله به جامعه زنان و خلاصه یک سری مسائلی که با همدیگه آمده و شاید به هم دوختن این مسائل برای خیلی از افراد آسان نباشه ولی کسانی که از قبل یعنی سال پیش این نظام اسلامی را دنبال می کنند اون چی که داره اتفاق می یک سری برنامه های از پیش تعیین شده و جزء سیاست های انجام شده این نظام اسلامی است که از این چیزها در این چل سال اتفاقا خیلی هم تکرار شده یعنی یه چیزی نیست که انسان رو متعجب بکنه بنابراین امروز قصد دارم خدمتون راجع به این که این نظام از روز اول با چه مشکلاتی روبرو بوده و برای حل این مشکلات چه تدبیرهایی اندیشیده و چه تمهیداتی به کار برده وقتی اونها رو شما در نظر بگیرید متوجه میشید که این برنامه کاملا برنام ریزی شده و نرمال بر اساس البته یک تشکیلات مافیایی پیش میره باندی یا فرقه ای اون چی که در روزنامه ها یا در کشورم حتی صحبتش میشه داره انجام میشه مسئله این است که زمانی که این نظام اسلامی با تعجب بسیار زیاد پیروز شد و اون شورش پنجا و هفت به نتیجه رسید خب خیلی حسابا همه میکردن یعنی دیگه از مردم ایران فکر میکردن که الان زمانی است که پیشرفت های زمان پهلوی در همه زمینه های اجتماعی و سیاسی و صنعتی پیش خواهد رفت دو برابر میشه مثلا جاده ها ساخته میشه این اروپا میشه و دانشگاه های زیادی به وجود میاد آزادی در حد به صلاح فریدام و سپیچ نظر و عقاید و سازمان های سیاسی تشکیل میشه تشکلهای سیاسی در دانشگاه ها شکل میگیره انتخابات انتخابات مبتنی بر آرای مردم و دموکراسی اتفاق میفته و خلاصه خیلی چیزهایی رو که مردم انتظارش رو داشتند ولی از این قالبی که باعث این شورش شده بیخبر بودند چون این قالب و این کانتینر این چیزا توش جا نمیگیره یعنی هیچ وقت مسئله مذهبی با دموکراسی جور در نمیاد چون مذهب و کلا در همه ادیان از بالا به پایینه یعنی میگن خداوند این دستور رو داده و دیگه هم سوال کردن در موردش بیفایده است یعنی تقریبا تفاوت بین نظام های مذهبی و اون سازماندهی سازماندهی مدرنیته و تئوریهای های وابسته به اون کاملا متفاوت است. مدرنیته یعنی در حقیقت مرکز مدرنیته انسان هست اندیویجوال و اینستیتیوشن هایی که این مدرنیته رو اداره میکنه مثل سازمان های حقوق بشری است دادگاه هاست مجلس مجلس نمایندگان کنگره هایی هستند که بر اثر انتخابات آزاد به وجود میان رؤسای جمهور یا پادشاهان یه دوره کوتاهی دارن و اگرم طولانی باشه در قدرت نیستند و نخست وزیر قدرت رو ارائه میده و اونم بر اساس آرای مردم انتخاب میشه و خلاصه اون مکانیزم هایی که در مدرن بودن و در مدرنیته و تجدد و تمدن به کار رفته کاملا با اون دستورالعمل های مذهبی متفاوت است دستورالعمل های چیز معمولا یک دستور هایی است که از بالا به پایین از مراجع مذهبی و دیگران صادر میشه و مکان های مذهبی مثل مساجد و غیره هم سازمان های وابسته به اون هستن و همون سازمان ها هم توسعه پیدا میکنه در ارگان های باز هم مذهبی و اون اتفاق میفته که در خیلی از جاهای دنیا اتفاق افتاده و در کشور ما هم نمونش بود چون تنها راه حل اون سکولاریسم است یعنی ما بگیم هم جامعه مذهبی داریم هم سکولاریزم هستیم یعنی سکولار یعنی چی؟ یعنی کسی که در کشوری که دین از حکومت جداست و قوانین دینی حاکم نیستند بلکه قوانین دادگاه ها یا سازمان, ها، سازمان هایی که بر اساس آرای مردم و قانون اساسی به غیر وجود آمدن حاکمن و اون قسمت های دینی جزء خصوصیات هر انسانی است که مسلما ادیان مختلف هستند و در سکولاریزم به همه اونها احترام گذاشته می شود سکولاریزم ضد مذهب نیست بلکه دارای آزادی مذهب و آزادی عقیده و عقاید هست بنابراین اونجور که باشه خب مشکلی نخواهد بود بنابراین ما اگر رو همین تفاوت های ها یعنی رژیم های سکولار و رژیم های دین سالار بریم جلو یا, مذهب سالار بریم جلو متوجه میشیم که هر کدام از اینها روی اون پاشنه میچرخند که به خاطرش به وجود آمدن و از این نظر است که اون که اتفاق در نظام جمهوری اسلامی از چهل سال پیش تا الان میفته بر اساس همون بنای اولیه است همون خشت اول هست حالا اگر فکر میکنید این خشت اول چون نهد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج یا به قول اونها اونهایی که به این <applause> نظام ها گرویدن. نه اون خشت اولشون به نفع یک تشکیلاتی شده که تمام مال و اموال مردم در اختیارشون هست و تمام سازماندهی نمیدونم برنامه ریزی پایش اجرا در تمام سطوح و محورها در اختیار این تشکیلات مذهبی است یا در بعضی از کشورها که کشورهای با ایدئولوژی مثل کشورهای کمونیستی در اختیار احزاب سیاسی مثل حزب کمونیست است پس بنابراین ما از روز اول اختلاف هایی داریم رژیم جمهوری اسلامی در روزی که پیروز شد خب حرکات خیلی وحشتناکی داشت بسیاری از دولت مردان رژیم سابق رو اعدام کردند بسیاری از افراد نظامی کسانی که شاید نمونه های آنها سالها طول بکشه که در همون روش های تربیتی اگر می بود باید تربیت می از بین رفتند و شاید برای سالها تجربه و اکسپرینس نمیدونم توانایی این افراد در تمام سطوع از دانشگاه های معتبر گرفته تا سیستم های اطلاعاتی و نظامی همه رو اعدام کردند و بسیاری از افرادی که باقی ماندن کوچ کردن به خارج از کشور و شما چنان که ملاحظه کردید بزرگترین کوچ ایرانیان به خارج از ایران در سال 57 اتفاق افتاده خب اگر به این چیزها فکر بکنیم خب میبینیم اون افراد کارآمد که مسلما در اون رژیم تربیت شده بودند و با اون قوانین و اون مقررات و اون فرهنگ چند هزار ساله به خصوص فرهنگ شاهنشاهی کار میکردن همه در هم تنیده شد و همه از بین رفت این وسط ولی کماکان یادش و آثارش هست به صورت کمرنگتر و اون مسائل دیگه بسیار پررنگتر شده به طوری که این جدایی بین مذهب و بین مدرنیته بسیار بسیار پررنگ خودش رو نشون میده پس بنابراین این اتفاقاتی که الان میفته مال همون خشت اول هست که گذاشته شده چه برای اونایی که دوست دارن چه اونایی که فکر میکنن خشت اول چون نهد معمار کج حالا ما این نمیشیم برای که عقاید مختلف وجود داره اما اگر اونجا فکر کنیم بعد از این مدتی که رژیم اسلامی شروع به کار کرد فکر کرد که این نظام اگر بخواد قوانین اسلامی رو به کار بگیره در هر موضوعی قوانین بانک های به قول خودشون بانک های اسلامی مثلا بانک اسلامی نداریم مثلا ولی خب بانک مبتنی بر نداشتن سود یا نداشتن یا ربا رباخاری یا هر چی که میگن بنابراین اون سیستم بانکی کار نمیکنه یعنی سیستم مبتنی بر قرض الحسنه و یک سری کارهای که بر اساس اعتقادات هست و نمیشه قوانین نوشته شده ای رو برای اونا به کار برد یا مثلا مسئله نظامی اون مراتب نظامی دانشکده های نظامی و مافوق اون ستات هایی که می رفتن و همچنین آشنایی با ارتش های جهان و تبادلات اطلاعات نظامی و غیرو و غیرو و غیرو میبینید دیگه ممکن نبود بلکه این دوستانی که انتخاب شدن افراد که انتخاب شدن بسیجی هایی بودن که بیشتر از خودشون مایه می و به قول خود آنها جان برکفت روی مین می رفتن و منفجر می شدند. متاسفانه که ما جوانان بسیار زیادی رو در اوایل انقلاب چه در خیابان و چه در مناطق جنگی از دست دادیم یه مقدار زیادیش به خاطر بی برنامگی بی تجربگی یه مقدارش هم به خاطر خودخواهی خودپسندی و عدم ارتباط داخلی و بین و اتفاق افتاد که جان هزاران بلکه ده ها هزار و صد هزار انسان بیگنا گرفته شد پس بنابراین این اوائل انقلاب بود اوائل حالا اگر بگیم شورش پنجا و هفت بود بنابراین گروه های سیاسی یک به یک برکنار شدن اول شما ببینید گروه های خب سلطنت طلب که خب همون روس اونا که اکتیو بودن فعال بودن بعضی از وزراشون مثل خانم دکتر روی پارسا یا بعضی از زمامداران نظامیشون مثل تیمسار جهانبانی رحیمی نشاط سلشکر نشاط و غیره اینا همه رو تیرباران کردند حتی باقی مانده ارتش که بعدا با عراق در حال جنگ بود همون پسمانده های برنامه ریزی شده زمان پادشاه فقید بود و الا ما همین کشور رو هم به همین شکل از دست داده بودیم منهای البته یک قسمت هایی که کمک های بسیجیان بود که نمیشه اون رو نادیده گرفت که جان کف روی مین میرفتن روی اعتقاداتی که عرض کردم فکر میگردن مدینه فاضله ای در پیش است چه از نظر به اعتقادی چه از نظر ظاهر که در کشور پیدا بشه و تشکل های سیاسی شکل بگیره یا اونایی که فکر میکردن و همچنین نویسنده های چپ که اونها هم فکر میکردن بله این انقلاب لازم هست از جمله آقای دکتر رضا براهنی نمیدونم همین آقای ابتهاج که همین چند روز پیش فوت شد علی میر فتروس یا آقای میلانی و خیلی خیلی از نویسندگان چپ. چون اکثر تم روشن فکری دانشگاه های اون زمان همون تم چپ بود یعنی افراد نویسندگان چپ بودن خب بنابراین اونها هم بعد از مدتی مثلا حدود مدت سال 62-63 دیدن نه ضمن اینکه بعضی از سازمان ها با ایده های اسلامی مثل سازمان مجاهدین سرکوب شدند اونها هم سرکوب شدند و نهایتا حزب توده اینا کسانی بودن که در اون شورش ها شرکت داشتند و خیلی باعث نگرانی شده بود و خیلی ها رو به جو پای جوخه اعدام می بردن و کمک می همونا هم مشمول پاکسازی جدی شدن مثل آقای کیانوری مثل خانمشون مریم فیروز یا مثلا دیگران که شما بهتر میدانید و ما نمیتونیم در این جلسه کم وارد اون مسائل بشیم اینها هم پاکسازی شدن و در حقیقت از بین رفتن به صورت فعال خب پس رژیمی موند فرقی خیلی منحصر به فرد تمامیت خواه و خیلی خلاصه تو ایدئولوژی شیعگری و مذهبی دور خودش حاله ای کشید و به طرف جلو حرکت کرد اونها در همون اوائل متوجه شدند که این رژیم و این نظام در چرخه بین المللی در نظام بین المللی جایگاهی نخواهد داشت و بنابراین امکان از بین بردن این چرخه غیر مرتبط زیاد هست از این نظر آمدن یک لشکرهای نیابی یا قیابی درست کردن که اینها در کشورهای مثل لبنان، مثل عراق، مثل یمن، مثل فران که سوریه که الان شما میبینید تحت عنوان محور مقاومت در حقیقت این محور مقاومت محور مقاومت جمهوری اسلامی بود نه محور مقاومت برای مقاومت در مقابل اسرائیل این محور مقاومت بارها صحبت شده همین آقای سلیمانی بارها تاکید کرد که در حقیقت اونچه که به عنوان مدافعین حرم یا غیر و میره حتی آقای لاریجانی هم میگفت که اون سنگرهای جمهوری اسلامی است که در اونجاها بنا شده تا بتواند مزاحم حرکت های علیه این نظام از خارج از کشور بشود و بنابراین چون ما ارتش منظمی نداشتیم الان هم نداریم و این ارتش باید کارهای چریکی با سلاح‌های موشکی از راه دور یا عملات مثلا ایزایی منفجر کردن جایی یا اقدامات تروریستی یا تهدید کردن مقامات کشورهای دیگه یا مخالفین داخلی یا خارجی همه اینها جزء اون در حقیقت پلن و نقشه بود در داخل هم دیدن بایستی سرکوب اتفاق بیفته برای که صداها زیاده سازمان ها و ارگان هایی که دنبال این هستند که به اصطلاح حالا مدینه فاضله ای به وجود بیاد و انتخابات آزاد باشه و بتونن اظهار نظر در کرسی های خودشون در دانشگاه ها در مدارس و حتی مساجد برای بعضی اشخاصی که همراه نبودن با اینها دیدن این نمیشه این کار کرد اون کسانی که یادشون میاد افرادی که هم سن و سال ما هستند جلو دانشگاه تهران شما میرفتی اسراب بحث سیاسی بود یه عده از تشکل سیاسی حرف می یه عده از آزادی مطبوعات می یه عده از قوانین که در اونجا هست در قانون اساسی آمده ناراحت بودن یا می بعد باید اینجور بشون رو بحث سیاسی زیاد شده بود و سازمان زیاد کمونیستی چپی راستی همه هم به وجود آمده بودن و دولت فکر کرد که با این وضع نمیتونه اون ایدئولوژی خودش که ایدئولوژی شیعگری عقبگرا و در حقیقت متکی به 1400 سال قبل یا حداقل اساسش بر اون احادیث و روایت های اون موقع و و خلاصه به قول آقای خمینی آنچه که داریم از محرم است و این بود که گرویدن به همون مسائل و بزرگ کردن اون اعتقادات و اون رویه ای که الان هم شما میبینید متداوله و هر روزم هم دوباره به همون داستان برای که چیز جدیدی به وجود نیامده همون رو میگن بچسبیم و افرادی که از نظر اعتقادی هنوز اعتقاد دارن یا کسانی که فکر میکنن نیازهاشون از اون طریق برآورده میشه از طریق به ارتباط پیدا کردن به اون مناسک و مسائل همچنان در حیطه خودشون داشته باشن بنابراین این رژیم از اون زمان تا الان همیشه با ریزش و با رویش مجدد همراه بوده شما ببینید دانشگاه تهران انجمن مهند... انجمن اسلامی دانشگاه تهران بعد از مدتی دستگیر شدند و رفتن کنار بعد از اینکه تحصیلاتی افراد بسیار بسیار معتقدی بودند تندرو بودند بعضی از اساتید دانشگاه ها رو اونا اخراج کردند. ولی بعد خودشون خواستن صحبت بکنن بعد خود اونها هم دستگیر شدن مثل بهاره هدایت و دیگرانی که شما میشناسید خب پس بنابراین همیشه این رژیم در حال ریزش و رویش مجدد بوده برای که همون آدمهایی رو بیاره که مخصوص همون اعتقادات و پیرو همون مسائل هیئتی و در حقیقت مافیایی باشن که شما می ادامه پیدا کرد خب پس بنابراین سرکوب داخل و قدرت نمایی تروریستی یا به نیروی نیابتی یا هر چیزی شبیه به این جز دستور العمل ادامه این رژیم نوشته شده بنابراین اگر کاری میکنن که سرکوب هست سرکوب پایه ادامه این نظام اسلامی است اگر الان که مثلا قرار است بر جام پولی آزاد بکنه مقدار بسیار مترابهیش به عراق و سوریه و یمن و لبنان و حتی تا کشورهای آفریقایی سرازیر خواهد شد در دنباله همان سیاست حفظ نظام از طریق بازوهای خودش در خارج از کشور است که بارها به وسیله زمامداران ایران زمامداران جمهوری اسلامی اعلام شده چیز جدیدی نیست یعنی اینها کسانی نیستند که اصلا مختره روش جدیدی باشند یا اصلا به فکر تغییر باشند خوشبختانه برای اونها یک کشور نفتخیز پر از نفت و گاز و به اصطلاح معادن بسیار زیاد و همچنین کارخانجات پتروشیمی و غیرو و زوباهن و نمیدونم مثل سرچشمه و غیرو و غیرو اینها این ثروت این در اختیار این سیاست بازی ها و این پلن و این برنامه هست بنابراین از نظر مالی مشکلی نیست بعدم منافع ملی هم که به کلی جز اولویت ها نیست بلکه منافع شخصی و گروهی مطرحه که به وسیله همین رانت ها داده میشه درست مثل این که شما یک ای داشته باشید چهار تا در درخت بسیار آبرومند خوب که ما زیر سایش میتونیم بشینیم رو آبیاری کنید چون آب کم هست بقیه هم بذارید خوش بشن و از بین برن و شما به همون چهار تا درخت سایدار بسازید و زندگی را به درود بگید در آخر حتی آخر عمر باهاش زندگی کنید و از همون ذخیره آب استفاده کنید این داستان اینه بنابراین برای حفظ این نظام متکی بر افراد تمامیت و خودی خرج داره خرج داره اسمش رو رانت گذاشتن برای خارج از کشورم میگن این کمک های خط مقاومت یا کمک های بین مللی یا نمیدونم باید یه روزی به قدس برسیم و نمیدونم از این حرف های شوخی است آقای حافظ اسد و پسرشون آقای بشار پنجاه سال جز خط مقاومت هستن حتی یک گلوله سوریه به سوی اسرائیل شیلیک نکرده این خط مقاومت پنجاه سال است حالا اگر دو هزار سال هم بشه همینه برای که اونها از خط مقاومت برای سرکوب داخلی و همچنین نشان دادن نیش و دندان و اینها به افراد خارجی و به فرو نشاندن مخالفت ها علیشون در خارج از کشور به کار میره و به عنوان یک حربه استفاده میکنن که آقا اگر به ما نرسید ما این سکوت پنجاه ساله سوریه که به جز خط مقاومت اصلی هست و تا به حال هیچ نوع حمله ای به اسرائیل هم نکرده این رو ما به هم میریزیم اصلا شروع میکنه هم کاری که حماس میکنه جهاد اسلامی میکنه حزب الله لبنان میکنه همین کارهای ترقه هوا کردن و آشوب درست کردن و بالاخره شما حتی ترقم که بپرسید وحشت ایجاد میکنه و بایستی چون مردم آرام در... آرامش داشته باشن میچسبن به اینکه حالا چه کار کنیم آتش بس اعلام بشه خلاصه یک بازارگرمی بسیار مکارانه و جالب اتفاق میفته اینها جزء برنامه است سرکوب داخلی هم همینطور هست سرکوب داخلی یعنی شما مردم خودمون رو شما بایستی چکار کنید بایستی در حقیقت اونها رو سرکوب کنیم چگونه سرکوب کنیم؟ کی باید سرکوب کنه؟ تمام این سرکوبگرها میدانند که برای حفظ نظام زحمت میکشند از مردم فوش میخورند در برای میشنوند میگن آقا این چیزا خرج داره پس بنابراین ما اگر قرار است نوکر شما باشیم و برای حفظ این نظام کار کنیم ما رانت میخواهیم ما هم امکانات این مملکت برای خودمون بچه های خودمون میخواهیم و این چیزی است که آقای خامنه ای اصلا معتقد بهش است و از روز اول هم وارد این گوت شده در تمام سخنرانیهاش هاش ایشون گفته اون چی که در این مملکت است مال حزب الله است و فقط حزب الله بنابراین راندخاری یک اصول پذیرفته شده در جمهوری اسلامی است و این که میگوین مثلا در فلانجا 92 هزار میلیارد فولاد مبارکه را عرض می کنم اختلاس شده اختلاس نیست این اختلاس هدایت شده است شما لیستی رو که الان میبینید که دو سه تا لیست است لیستی که اعلام کردن مثلا 22 میلیارد نمیدونم صدا و سیما نمیدونم یک میلیارد خورده فلان امام جمعه اینها وزارت اطلاعات یا دیگران گرفتن اینها پول کافیشونه در حقیقت که خواستن کافی و چایی بخورن همه هم شریکن درش این یه لیست ساده است این خیلی ارتباط نداره با 92 هزار میلیارد بس لیست دوم که اعلام نمیشه مال کسانی هستن که جان برکف بر این کارگاه آمدن و حقشون هم گرفتن و خودشون هم میگیرن و اونها هم شریکن با سازمان ها و نهادهایی که زیر مجموعه سپاه و رهبری و این نهاد و اون نهاد و این آستان و اون آستان هستند و به همه هم به هم قوم خیشن بنابراین شما اگر یک سیاستی داری برای حفظ این نظام مبتنی بر سرکوب داخلی و عملیات تروریستی و تهدید در خارج از کشور این سیاست ها بر اون اساس داره میره جلو و شما هم باید به خارج از کشور خارج از کشور رو تغذیه بکنید نیروهای نیابتی رو هم داخل نیروهای نیابتی یا راندخاران رو تغذیه بکنی از این نظر است که این تغذیه 24 ساعته و طولانی ادامه خواهد داشت و این چیز پذیرفته شده مشخص است شما اگر برنامه آقای قالیباف رو نگاه بکنید اون ساختمان ها و امارات نجومی نمیدونم زمین های ترقبه چیزی که آقای, آقای روحانی میگفت در انتخابات ریاست جمهوری نمیدونم اون چریتی مال خانم ایشون یا پول هایی که به این برور حواله شده یا کمک هایی که به بقیه سازمان ها فرستاده شده کمک هایی که به اربعین و غیره و اینا به عراق فرستاده شده اینا نگاه بکنید میبینید اینا از یک سلسله برنامه ریزی موفق و با اطلاع مقامات ارشد از جمله شخص آقای خامنه‌ای و آقای پسرشون مشتبه و دیگران هست اینها همونا هستند یعنی در حقیقت اگر بخوان این اختلاس ها و این آزادی در ارائه این کمک های سرساماور و خرج های سرساماور اینها همه رو باید جمع کنند هم گروه هایی که فرمانده انتظامی هستند و تو مجلس تو ریاض مثل آقای رئیسی خب ایشون به خاطر این نظام که برای موندنش رفته هزاران نفر رو اعدام کرده خب شما فکر میکنید میتونن اینو بردارن خود ایشون هم تنها نیست بستگان بسیار زیادی دارن به امامهای های جمعه بستن به اینجا بستن بنگاه تعاونی سپاه هست شرکت های نمیدونم مختلف است. خب وقتی اینا نگاه کنید میبینید با یک گروه عظیم راندخار و کسانی که از در این نظام بهره میجویند روبرو هستید و جمع کردن اینها بسیار سخته برای که اینها در حقیقت مزدور هستند مزدورانی هستند که این نظام آقای خامنه ای رو حفظ کردند یک نوع قرارداد ننوشته هست ولی آشکار هست مدت ها پیش راجع به این راندخارانی که به اصطلاح یه سری حالا برنامه بردن گروه دورزنندگان تحریم خب اونا خیلی حرف هایی برای گفتن دارن آقای ظریف گفت که چهل میلیارد دلار از این پول ها صرف دور زدن تحریم ها شده است چهل میلیارد خیلی پول هست اونهایی که پاسخ میدن به این مسائل کیا هستن؟ اونا میگن بله ما باید باریم کشتی تقلبی بسازیم نمیدونم پاسپورت قلابی برای اونا بسازیم ویزای قلابی بسازیم وقتی میرن تو رو دریاها باید چیز دستگاه ال... به صلاح منطقه ایشون رو خاموش کنن تا اونا رو پیدا ردیابشون رو خاموش کنن تا نبینن اونها رو و هزاران مسائل دیگری که برای اونها هزینه بر هست و خود اجاره این کشتی ها و پرچمی که باید رو نصب بشه و اینها یا پول هایی که بایست از چند بانک دنیا عبور بکنه تا خلاصش به ایران برسه اینها هزینه بر هست از این نظر شما ببینید طیف بسیار وسیعی از همین راندخارانی که به نظر شما میرسه و اسمشون هم هیچ وقت اعلام نمی کنن و نخواهندم کرد اینها کسانی هستند که به اصطلاح برای این دور زدن تحریم ها برای حفظ نظام برای مقابله با به اصطلاح سرکوب شورش داخلی برای همه اینها اینها کار میکنن و متخصص هم هستند حتی بعد از دوره اوباما در زمان آقای دونالد ترامپ بسیاری از اینها شناخته شده هستند اسمشون اعلام شد و اونها جزء تحریم های آمریکا قرار گرفتن که هم نمایندگان مجلس متحیر بود که این اسما چطور به اونا رسیده برای که نظام اسلامی که این اسامی رو اعلام نمی کنه که همه الان هم نمی کنه. برای این که اینها کسانی هستن که مداوه می دانن که این نظام جزء تر چرخش بین به شکل یک نظام نرمال نیست در داخلم با تغیان ها و شورش ها ادامه خواهد داشت روبروست و بنابراین با توجه به این به همه این فاکتور ها نیازمنده هم به تروریست نیازمنده هم به سرکوب داخلی نیازمنده هم به همین سرداران که به قول آی روحانی که دارای خبرگزاری توفنگ و اسلحه و اینا هستند نیازمنده و اونها هم هزینه بر هستند. پس منتها هزینه خیلی گران تمام میشه این حزینه برای مردم عزیز کشورمان به اندازه ای گران تمام میشه که تو سالها خبری از پیشرفت نخواهد بود تا سالها کبیر زدایی نخواهیم کرد تا سالها زیر مجموعه محیط زیستی ما تخریب خواهد شد تا سالها میگریشن یا عبور از این شهر به اون شهر بین روستاها جایی که آب نو خوردن هم گیر نمیاد ادامه پیدا خواهد کرد و تا ابد این نارضایتی ها خواهد بود و شورش ها زیادتر خواهد شد پس بنابراین عرض کردم با یک معادله نانوشته یعنی نوشته شده است ولی ما نمی, نمی بینیم اینها لازم و ملزوم حفظ این نظام برای خودشان هست که همچنان گرد اون ایدئولوژی باشند و این هزینه ها رو هم بدن بنابراین اگر که با آقای خامنه یا مشتبا یا دیگرشون میگن که آقای قالیباف اینقدر خونه نجومی داده به افراد چرا میگن کشش نیارید؟ برای که اونا میدانند که این خانه های نجومی به چه کسانی داده شده است و اون کسانی هستن که در همین حلقه هست که من عرض کردم حلقه نگاه دارنده آخوندها بر سر کار بسیاری از اینها حتی ایمان و اعتقادی هم ندارن دارن کار میکنن و بابت این نگهداری بعض وقتها کشته میشن کما اینکه همین دو روز پیش هم یه سردار سپاه در سوریه کشته شد اینها در حقیقت نون کشته شدن همکارانشون میخورن و بناهای زیادی رو به اینا میدن نمیدونم شما الان توی قسمت شمال تهران که تشریف ببرید میبینید این خانه های آنچنانی ثروت باداورده زمین های قصبی نمیدونم کارخانجاتی که به اینها داده شده و همه این کارخانه ها کار میکردن و همه این کارخانه ها بعد که سودشون داده شد به ویرانه ای تبدیل شدن بازم به کارخانه دیگری خواهند رفت بازم بهشون زمین دیگری میدن بازم میگن شما هایرایز بسازید ساختمان بسازید فلان رودخانه رو به شما میدیم ان ما اقسام معادن رو به شما واگذار میکنیم همین باج است که به این افراد مسلح داده میشه برای اینکه حفظ نظام بکنن از این نظر است که شما میبینید که غیر از این راندخاری ها و این چیزها میبینید رهبر انقلاب هیچ نوع اکسالعمل نشون نمیده و حالا رئیس جمهور به اصطلاح انتصابی حالا اگر انتخابات کنم در حقیقت هیچ وقت نبوده با این منتها آخریش دیگه خیلی خیلی آبکی و در حقیقت واضح بود خب ایشون آمده نه تحصیلاتی داره نه اختیاراتی داره حتی اختیارات اون در درصدی هم که آقای خاتمی میگفت به عنوان تدارکات چی هست اون رو هم نداره این که میگن ادغام شده یعنی چی شما وقتی یک رئیس جمهور در مقام رهبری ادغام میشه یعنی هر که مقام رهبری دیکته میکنه همون خواهد بود ادغام به اون معنا نیست که همکاری خواهند کرد ادغام یعنی یک صدا و اونم صدای قدرت هست صدای سپاه هست کما که در همون زمان گذشته های روحانی هم صدا صدای میدان بود و صدا صدای سپاه بود و همون گردانندگان این تشکیلات بنابراین جای تعجب نیست. هیچ جای تعجب نیست. اما گاهی وقتا این سیستم دچار لرزش میشه. دچار تزلزل میشه. شکست پیش میاد. اون موقع لازم هست که از یک سیستم های دیگری برای مرعوب ساختن کشورهای خارجی، مرعوب ساختن مردم، تهدید مردم به کار گرفته بشه که یک بوستری زده بشه بر در حقیقت توانایی خودشون که الان ناتوان شده است درست مثل فتوای سلمان رشدی ببینید غیر از سلمان رشدی هزاران حالا اگر نگیم هزاران حتی بگیم صدها کتاب کفر علیه همه ادیان نوشته شده حالا چطور شده که سلمان رشدی دفعه رفت توی این فتوا هزاران کتاب هست که مسلمون ها یا هندی ها یا مسیحیت میتونه اعتراض داشته باشه چرا برای که این تقارن پیدا کرد به زمانی که ایران از نظر نظامی شکست خورده بود جمهوری اسلامی کاسه زهر اتمام جنگ رو آقای خمینی نوشیده بود و نهایتا این تزلزل و این نوع در حقیقت شکست و ضعفی که جمهوری اسلامی رو فرا گرفته بود نیازمند یک بوستر بود که اونم خیلی مجانی یک مقام روحانی فتوایی میده میگه بله این اتفاق افتاده دیگه واویلا که تمام دنیا باید به پا خیزند و خون این آقای سلمان رشدی رو بریزند و از این حرفا و این فتفای بین صادر میشه کشورهای اروپایی سفراشون احضار بکنن قوقایی میشه به هم یک کلمه فتحا اون مسائل شکست ها و پذیرش قطنامه 598 و اون همه این چیزا نادیده گرفته شد همین همه رفتن تو بوق و کرنا برای این فتحا و هیچ وقت هم عملی نشد تا اینکه در همین چند روز گذشته میبینید که حمله شد به ایشون و خیالش یه خورده بدتر ناراحت شد چون اون ایشون سالها بود که داشت دیگه میرفت آقای خاتمی اعلام کرده ما دنبالش نیستیم یا مسائل دیگه برای کار خودش کرده بود اون فتفا اون زمان این ضعف رو برطرف کرده بود حداقل در ذهن مردم و دیگه نوبتی نبود که برن حالا این هم بریزن ولی حالا یه نفرم حالا یا وابسته یا غیر وابسته یا به عنوان اینکه تو این فتوا دچار مثلا این وظیفه شده و خواسته بره انتقام بگیره فلان از این چیزها هم خب تصادفا پیش میاد بنابراین شما وقتی بینید بینید لازم بوده که در اون موقعی همچین چیزی داده بشه زمینی که خب مسائل دیگری هم مطرح کردن خیلی هم که کم میارن میرن سراغ خانم ها خانم ها با ارزشترین انسان ها در جامعه هستند هم مادر هستند، هم همسر هستند، هم نگاه دارنده بچه ها هستن تربیت کننده بچه ها هستن هم در خیلی جاها این کامپاور و نانآور خانواده هستند و بسیار هم صبور هستند. خب شما باید دست رو همین ها بذارید بنابراین قوقایی به پا میشه کما که در مملکت که ما خبر داریم در خیلی جاهاش حتی هجاب هم ندارن چهار نفر خانم رو یه دفعه تو اتوبوسی جایگیر میارن حمله میکنن یه نفر با ده سال زندان اون نفر به پنج سال خلاصه یک قوقایی به پا میکنن که واویلا که هجاب از بین رفته و شما میبینید دیگه کسی دنبال گرسنگی و بدبختی و فقر و نبود آب و زمین های شکاف برداشته در اثر نافرمانی و ناکار بکارام... نا نظام و این رژیم باعث شده همه میره در قالب مبارزه با زنان این مسئله میشه میاد بالا پاپ میکنه میاد بالا این درست عین همون فتوای به اصطلاح آقای سلبان است که این فتوا رو دادن که بله قوقا شد در جهان که همچین چیزی الان دین خدا دشار مشکل شده و این حرفا شد و الا البته برای شخص من و خیلی ها اعتقاد به عقاید همه انسان ها در همه جهان یک اسد هست یک احترام هست و باید همه احترام بذارن ولی ما میدانیم که بسیاری از این استفاده ها استفاده ابزاری از ایدئولوژی، از دین از خدا و پیغمبر و غیره برای چاپیدن جیب مردم و بر روی کار بودن یک سلسله افرادی است که در جایگاهی که قرار گرفتن نه سوادشو دارن نه تحصیلاتشو دارن فقط دنبال همون کاری میرن که ازشون میاد و اون اسلحه و حمله به دیگران و شاردادن دادن تو خیابان و غیرین که شما بهتر میدانید پس بنابراین وقتی شما به این چیزها توجه میکنید براتون خیلی غیر منتظری نیست که یک دفعه اعلام کنند که این یک تشکیلات فولاد مبارکه 92 هزار میلیارد تومن اختلاس شده که البته صدا و سیما اعلام کرده که این پولی که ما گرفتیم مربوط به ده ساله حالا شاید هم بقیه این دو هزار 92 مال همون ده سال باشه کلا اطلاع درست نمیدن اما اون که مسلمی اختلاس اتفاق افتاده و طبیعی است و الان هم که میرید دستور ها این است که کشش نیاری زیاد برای که همینقدر که یک شوک ایجاد میکنه کافی است نمونه اون شوکی است که در مورد زنان ایجاد کردن نمونه این فتوای سلمان رشدی ایجاد کردن و اینکه دوباره جامعه مشغول یک چیزهایی بشه که نیست یعنی منحرف بشن از فقر و گرفتاری و نبود آب و نبود زمین و همه این اتفاقات گفتاده چون ناکارآمد هستند و الان هست که باید یک اتفاقی بیفته بنابراین وقتی نگاه میکنید به این لیست هایی که انتشار کرده اولا همه از چپ و راست و ارزم حضورتون اصلاح طلب و اصولگرا و افرادی بیترف و سران سقوه و امامای جماعت و هر جا که فکر کنید توی این اختلاص هستن خود این نشانگر این است که این سنگ به جایی نمیرسه چون شما نمیتونید با این همه آدمایی که اعلام کردن روبرو رو بشید این نشون میده که بعد یک شلوغی خواهد بود بعد از مدتی و چند هفته ای هم طول میکشه و بعد هم اینها رو آزاد میکنن و میگن خب یه فریب خورده بودن بعضیاش دروغ بوده اختلاس نبوده یا اینکه بعضیا بدهکارن به بانک ها باید بیان پول پرداخت کنن یا هرچی و یک گروه دوم هستن همون که عرض کردم تحریم زده، تحریم دور زدن دور زننده های تحریم های بین المللی هستند و خلاصه میرسه به بیت رهبری یا غیره های دیگه و نهادهای های زیر مجموعه اونها که از دسترسی خارج هستند بنابراین شما میبینید که براحتی یه همچین موجی فروکش خواهد کرد و لازم هم نیست حتی مقام رهبری بگن که کشش نیارید خودش کش نخواهد آمد کما که ما در گذشته از این اختلاس ها و این مسائل زیاد داشتیم اما مسئله برجام برجام مسلما پایان خواهد یافت یعنی امضا خواهد شد الان جمهوری اسلامی بالاخره تمام این کارهایی مثل این که با دیگه یعنی ما میگیم ما بیریم اورانیوم تولید میکنیم 20 درصد بعد 60 درصد بعد بیریم بالاتر که پیشنهادهای ما مورد قبول قرار بگیره و تحریم ها برداشته بشه تحریم ها چرا شده؟ برای همین کارهایی که ما کردیم منطق اورانیوم و موقع 5 درصد و 10 درصد و و همچنین رفتن دنبال مسائل هسته ای و یا ساخت بمب های هسته یا غیره این رو ما برای همون برنامه که من در طول یک ساعت برای شما توضیح دادم اون هست که اینها بگن ما یک تشکیلاتی هستیم که دانش هسته ای داریم و خواهش می از جوامع بین که ما رو به این عنوان به رسمیت بشناسن و هرگز فکر تغییر رژیم حمله به ایران یا یک سری مسائل دیگری مربوط به یک رژیم ایدئولوژی شیعه نباشید اصلش اینه حالا اینا به دو به میکنن اینا بیشتر اورانیوم ای 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 بیشتری رو تولید میکنن و این ریچ میکنن غنی میبرن بالاتر و به عنوان یک اهرم برای حفظ نظام به کار گرفته خواهد شد و می شود به آینده هم همین خواهد بود اصلش هست در حالی که برگشته به یک شکل نرمال مثل فرض کنید کره, شما، کره جنوبی کره جنوبی یک زمان آرزو می کرد که شبیه ایران باشه ولی الان یک کشور پیشرفته و به اصطلاح با یک درآمد سرانه 32 هزار دلار برای آدمای اونجا بسیار پیر نرمال هم رفتار میکنه نه گروگان میگیره نه کاری میکنه در میره جلو دیگه نرمال نرماله برای حفظ نظام هم خرج نمیکنه و لازم نداره این نظامش پس ما اون راه رو نمیخوایم بریم میخوام از راه پرخطر کوهستانی و نمیدونم در راه های آنچنانی و اینا به زور یک چیزی که مردم نمیپسندن و مردم در انتخابات بارها اعلام کردن که با اون موافقتی ندارن و در خارج از کشور هم با نظام بین المللی ملالی همراه نیست و ایشون بیشتر دنبال خط مقاومت و این سری داستان های اینجوری میچرخه این رو حفظش بکنن و این هزینه هاست هزینه هایی هست که باید باشه پس بنابراین انتظار این است که در همین روزها ارزم حضورتون که برجام امضا بشه ارز کردم بازم توافق نامه نیست بلکه تفاهم نامه است که رؤسای جمهور آینده می توانند به راحتی اون رو بر هم بزنند چون اگر توافق نامه بود بایستی به تصویب مجالس دو کشور یعنی چند کشور برسه که نرسیده الان اصلا ببینید الان به اصطلاح جزء پیمان ناتو شدن فنلاند و سوئد داره توافق نامه از آمریکا تصویب کرده بعد رفته اروپا تو کانگره خودشون رو گذاشتن تصویب کردن یکی یکی که همه کشورها اعلام میکنن میشه توافق نامه میشه پیمان نامه پیمان ناتو ولی این کاری که ما داریم یک تفاهم نامه است که یک سری از سران دولت ها پنج به اضافه یک امضا کردن و می هم امضا نکنند یا میتوانند هر ساعت خاص عوضش بکنن بقیه صحبت ها هم حاشیه است حاشیه هایی است که هم ایرانیا ها میدونن هم آمریکاییا ها میدونن که این کلاهی بود که آقای اوباما سر آمریکایا گذاشت و کلاهی بود که آقای روحانی سر ایرانیا گذاشت عرض کردم همین الانش هم توافق نامه نیست برامون کسانی که میگن آقا این باید حفظ بشه باید توافق نامه بشود تا حفظ بشود و میدونیم که من نه مجلس آمریکا امکان تصفیه چون این رو نه همچنین پارلمان های اروپایی پس بنابراین این رشته سر دراز دارد ولی ما امید داریم که حداقل برای کمک به مردم ایران امضا بشود و حد گرچه میدانیم کم ولی یه مقداری کمک بشه به اقتصاد مردم ایران یه خورده وضعشون مدارس بهتر بشه گرسنگی از من بره فقر و بدبختی و نبود آب و ناکارآمدی های کمی کاهش پیدا بکنه در هر صورت ما به پایان برنامه رسیدیم با تشکر از شما بینندگان گرامی تلویزیون ایرانیان کانادا و همچنین تشکر از جناب مهندس فرزا در اتاق فرمان که برنامه رو اداره کردن و همچنین مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا تا هفته دیگر خدا نگهدار کشم دل باز کن که جان بینی آنچه است آن بینی گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آنچه بینی دلت همان خواهد وان چه خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی